دکتر so, منم سلام میگم به تک تک برادر عزیز مهمون عزیز نزدیک و دور همینطور که امروز این موضوع عنوان معیزه رو خانمون رومینا گفت خدای جمعی لذت ها خدای جمعی لذت ها در کلام در کتاب مزامیر 111 اینجا میگه که کارهای خداوند عظیم است آنانی که از هان لذت میبرند جملگی در آنها تفتیش میکنند کارهای خدا عظیم است آنانی که از آنها لذت میبرند جملگی در آنها تفتیش میکنند امروز میخوایم تفتیش کنیم امروز میخوایم واقعا وارد یک عمق جدیدی عمق یا تازه ای بشیم و امیدوار هستم امروز هم همینطور نه عمق یک چیزی جایی باشیم بلکه عمق خود خدا قرار بگیریم و این آرزوی واقعا من برای خودم برای کلیسای ما هست و هر کسی هم که اینجا نگاه میکنه که بتونیم اون خدای واحد رو واقعا بشناسیم که خدای ما خدای لذت هاست میتونیم با هم بگیم خدای ما خدای لذت هاست. خدای لذت هاست آمین و زمانی که اینجا میگه جملگی در تا تفتیش میکنه یعنی هر چیزی که من فکر میکنم با و باور میکنم هر چیزی که انسان یعنی ما میتونیم از خدا ببینیم و بشناسیم در کتاب مقدس خدا در تمام هستی خدا خودش رو ظاهر کرده یک روزی که من باور می کنم در حضور خدا خواهیم بود اونجا خدا خواهد گفت که ببین هر چیزی که تو می تونستی به دست بیاری از طریق طبیعت از طریق کلام خدا می تونستی آشنا بشی همه چی به اختیار خدا خودت گذاشتم و خودم رو مخفی نکردم که الان به حال تو رو ناراحت یا اذیتت کنم یا یه چیزی از تو پنهان کنم بلکه خدای ما خدایی هست که همه چی در اختیار ما گذاشته و زمانی که ما واقعا جستجو میکنیم جملگی در آنها تفتیش میکنیم لذت میبریم اونجا خود خدا میاد مطلب رو برای ما باز میکنه این همینطور میتونیم در رومیان باب یک آیه 18 تا 20 اینو نسلین برای ما میخونه زیرا غضب خدا از آسمان بر ضد هر گونه بیدینی و شرارت انسان ها به ظهور میرسد انسان هایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند زیرا آنچه درباره خدا می دانست بر آنا آشکار است چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را می توان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید پس آنان را هیچ عذری نیست آمین زیرا از آغاز آفرینش جهان صفت نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و علویت او را می توانیم با ادرک از امور جهان مخلوق به روشنایی دیده بشه به این خاطر آما آخر میگه که افرادی هم که یک روز داوری خواهند شد و میگه که خدایی نبود و کلام خدا میگه احمق یه کسی که بگه که خدا نیست اونا دیگه بی جواب خواهم موند چون همه چی در اختیارش ما گذاشتم فقط شما نخواستی ببینی از طریق طبیعت از همه چیز خدا میتونه با ما صحبت کنه یعنی این جمع، این چیزهایی که خوندیم خدا همه چیز را به گونه ای آفریده هست که اگر بخوایم میتونیم نقشه هدف ماهیت، شخصیت و حتی ذات او را از طریق خلقت ببینیم و بشناسیم. آمن؟ آمن؟, آمن. تقریبا میتونم اینطوری بگم تقریبا مثل اینکه که یک شخصی یک بگیم که یک مردی یک کوروش بگیم که اسمش کوروشه میاد یک خونه ای درست میکنه و یک خونه عالی درست میکنه با تمام تشکیلات دکوراسیون عالی فرش عالی اتاقهای زیبا و هم تابلو تابلوهای زیای چومینه،, چوم، 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 چومینه هم هست اونجا یک باغچه یک اتاقی برای بچه ها و برای بچه هم فکر میکنه اسباب بازی میذاره و وارد یک اتاق آشپزخونه میشیم میگیم همه چی بهترین چیز رو اونجا گذاشته شده یخچال رو باز میکنیم میگی پر از تمام غذایف عالی هست و تو این شخص رو نمیشناسی و وارد این خونه ای که شدی پس میگه که این چه شخصی هست که اینو همه چیز رو برای من ساخته متوجه هستین و میگه که این شخص نه خصیص بود پولدار حتما هست و یک سلیقه خیلی عالی داره و خیلی با دقت هم به همه چی فکر کرده پس از طریق این خونه ای که این شخص تو نمیشناسی تو میتونی حداقل قسمت های از شخصیت او آشنا بشی و همینطور هم زمانی که دنیا رو نگاه می خلقت خدا رو نگاه میکنیم اینجا میتونیم ببینیم که یک صدای خدا از طریق خلقت شنیده میشه واقعا لذت میبرم صدای خدا از این در این دنیا میتونیم بشنویم در مزمور 19 آیه یک میگه که آسمون ها جلال خدا را بیان میکنند کند و فکر صنعت دست او را صنعت دست او را نشان می دهد. روزها معرفت خدا را اعلام می کند و شبها حکمت او را نه سخنی شنیده میشود و نه کلامی با وجود این پیامش بر سراسر زمین میرسد و ندای ایشان به سر تا سر جهان سکوت فقط خدا صحبت میکنه از طریق هستی از طریق دست کارهای او زمانی که, که کهکشان رو نگاه میکنی که خداوند خلق کرده برادر کوروش اگه لطف کنی این کهکشان رو الان بیاری عکس کهکشان اینو قسمت به قسمت ببینید بیرید جلو زمانی که صحبت میکنم زمانی که, که کهکشان رو نگاه میکنین اونقدر عظیم است که دانشمندا اصلا توضیح نمیتونن بدن میتونه قسمت هایی بتونن اینجا توضیح بدن فقط یک نظمی اونجا میبینیم یک زیبایی رو میبینیم، یه درخششی میبینیم هیچ جوابی نداریم این کی این کارو را کرده است چون همه چیز با نظم پس خدای ما چه خدای نظمه بعد از این وارد الان میگم که کتاب مقدس از طرف کلام، کتاب مقدس همینطور هم از طریق طبیعت خیلی چیزایی میتونیم از خدا آشنا بشیم خدا آسمون ها و در آسمون و زمین و دریا رو خلق کرده و زمانی که به دریا نگاه میکنیم تمام دریاهای تمام ماهیایی که در دریا هستند که نگاه می‌کنیم با چه زیبایی خدا این این ماهیا رو اونجا خلق کرده با چه رنگ هایی. و کتاب مقدس میگه که به از طریق این دریا و رو خشکی نشون میده میخواد نشون بده دو نوع زندگی وجود دارن ما اینطوری به دنیا می میگیم که خیلی نرمال دریا و ماهی ها و دو نوع زندگی های هستند که خدا میخواد نشون بده یک دنیای جسمانی الان روحانی میگم و یک دنیای ابدی وجود داره متوجه هستین از این طریق خدا صحبت میکنه و همینطور هم زمانی که در مورد نجات صحبت میکنه که به پو میگه که تو الان انسان رو سید میکنین اینجاست که خدا سمبولی گذاشت که این دریا سمبول این دنیاست و خشکی سمبول ملکوت خداست و خدا میخواد این ماهی های زیادی یعنی افراد زیادی در این دنیا هستن سید کنه که بتونه بیاره تو ملکوت خودش و جالبش اینه که چقدر زیبا این ماهیا رو خلق کرده یعنی چقدر ما زیبا و خیلی عالی و کامل خلق شده ایم فقط ماهی هستیم احتیاج به شش داریم و چطور خدا از طریق این سمبول هایی که یا این خلقت میخواد به ما با ما صحبت کنه و بعد از این وارد یک بخش دیگه میشیم تمام گل, گل های یا تمام پرنده های زمانی که این پرنده ها رو نگاه میکنیم چی فکر میکنیم؟ چه خدایی باید باشه فقط این قسمت ها رو من برداشتم این چند تا پرنده ها مثل اینکه که خدای مثل نقاشه و شروع کرده تک تک ایشان با این زیبایی خلق کنه زمانی که اینا نگاه میکنم یه خدا چه خدایی هستی تو پشت این گل، پشت این پرنده ها برحال یه کسی بود یه کسی تصمیم گرفته مثال میگم پوستش رو پر، این رو مثلا زرد بکنه یا قرمز بکنه با چه نقشه هایی از این طریق میتونی ببینید که خدای ما خدای هنرمندی هست بعد از این وارد یک بخش دیگه میشیم که خدا از طریق طبیعت از طریق خلقت با ما صحبت میکنه در مورد پروان در مورد پروانه نگاه میکنه میبینید که چرا خدا این پروانه رو از اول پروانه نساخته چرا ما باید اول کرمی بشه و از کرمی یک چیزی دیگه تبدیل بشه خدا صحبت میکنه و کسی که واقعا دقت کنه و از خدا بپرسه چرا الان یک پروانه باید اول کرم باشه که هیچ زیبایی نداره و برای من در حال چیز خزیدنه و چطور خدا تبدیل میکنه با یک چیز زیبا که در مورد شاید در مورد زندگی ما صحبت میکنه ما همینطور هم با زندگی خودمون شخصیت و خودمون هیچ زیبایی نداشتیم و خداست که وارد این همون کوکونی میکنه یعنی اونجاست که این مرگ و قیامت خداوند عیسی مسیح و اونجا از ما یک چیز عالی که ما فوق طبیعی اینجا شروع میکنه به پرواز کردن این پروانه هفته گذشته نسلین در مورد چی صحبت میکرد؟ در مورد اقاب صحبت میکرد از طریق او حیوانات هم میتونی بعضی میتونیم خیلی چیزایی بفهمیم من میتونیم چل سال عمرشه تا, چه، تا چه، یعنی هفتاد سال عمرشه فقط در, چه، در حال چل سادگی دیگه یواشواش این چیزش نوکش یعنی یه تبدیل یک یک اه, چیزی باید به وجود بیاد یک یک اه, تازگی باید در اون به وجود بیاد و اینجاست که یه نوسازی است و از طریق او میتونیم متوجه بشیم بعد از اینکه این 150 روز همینطور تو ماه در این صخره بالای بالا هست و اونجا باید خودش رو بسازه این شاید همینطور خدا میخواد نشون به ما نشون بده چیزایی در ماست ما که باید عوض بشه و آخرم هم همینطور این چهار تا فصلایی که نگاه میکنیم چهار دوره رشد زندگی ماست که میبینیم که چطور خداوند حتی زمستون رو همینطور پر از برف کرده که تمام برگ ها رو این خالی های او رو بپوشونه و خیلی چیزایی هستن که از طریق توی طبیعت که ما میتونیم دست خدا، فکر خدا، نقشه خدا رو بفهمیم. به شرطی که فقط اینطوری فکر نکنیم، باشه اینطوری دیگه. خدا از طریق طبیعت خودش عزیزان با ما صحبت میکنه و میتونیم حتی دست او رو، نه فقط دست او رو، شخصیت او رو، هنرمندی او رو، زیبایی او رو اونجا بتونیم بشناسیم. و الان این تمام چیزایی که الان خلقتی بود که خدا خلق کرده الان میاییم به یه جای شاهکار خدا کاری که خدا من انجام داده عزیزان که انسان رو به شباهت خودش خلق کرده کلا یک چیز دیگه است اون خلقتی که خداوند خلق کرده همه چیزایی هستن که شخصیت خدا رو یا بیشتر میتونم بگم این, این امکان امکان این, این, این ماهیت خدا رو ندارم فقط یک خلقتی هست که خدا خلق کرده فقط الان خدا میاد یک انسانی خلق میکنه به شباهت خودش که به او این امکانات رو میده شب شخصیت ماهیت خدا رو داشته باشه این تمام خلقت رو که نگاه میکنیم ما جداگونه هستیم از این تمام چیزهایی که خلق کرده ما کسانی هستیم که خدا ما رو شبیه خودش ساخته از طریق زندگی ما آنچه زندگی ما را تشکیل میدهد. به شناخت خدا، ماهیت و آرزوی خدا میرساند. می یعنی زمانی که به خودمون نگاه میکنیم، اکنون دست خدا، شخصیت و ماهیت خدا رو نه تنها از طریق خلقت و طبیعت، طبیعتی که بیرون از ماست میبینیم، بلکه مهم عزیزان اینو متوجه بشیم بلکه به خود نیز می نگریم که خدا ما رو به صورت و شباهت خود آفریده هست دوباره میخوام بگم درست متوجه بشین ما یه قسمتی هست که میتونیم بیرون از ما نگاه بکنیم به طبیعتی که ظاهرا خدا خلق کرده آمین الان ما میتونیم حتی یه چیز خیلی عمیقتری ببینیم زمانی که به خودمون نگاه میکنیم چون خلقت ما فرق میکنه از این خلقتی که در بیرون از ماست چون الان من به شباهت خدا خلق شدم متوجه هستین عزیزان به تمام درختها به تمام خلقت نگاه میکنم فقط الان زمانی که میخوام به شخصیت خدا به ذات خدا به ماهیت خدا برسم به خودم نگاه میکنم چون من شبیه خدا خلق شدم تمام صفت و هر چیزی که در خداست در ماست آمین یا نه ما یه گوسفند و گاو و چیز نیستیم که با اینستینکت زندگی کنیم زمانی که میگم ما به شباهت خدا آفریشید چون یعنی همه صفتهای خداوند وجود در وجود ماست تمام صفتهای خداوند یا خدا در وجود ماست یعنی ما قادر هستیم لذت ببریم ما قادر هستیم خوشحالی کنیم بخندیم محبت کنیم مهربان باشیم با هم ارتباط داشته باشیم توانایی هنری داشته باشیم چیزهای جدید رو اختراع, اختراع کنیم خانواده تشکیل بدیم تمام چیزهایی که در خداست در ماست پس من بیرون از من خودم طبیعت رو نگاه می کنم و دست خدا رو می بینم شخصیت خدا رو ذات ماهیت خدا رو در خودم می بینم متوجه هستین چون تمام صفت هایی که در خداست در منم قرار گرفته من به این خاطر میتونم شبیه خدا بشم و چطور میتونیم این بگم که این صفت ها یا بتونم این خدا رو مایت خدا رو شخصیت خدا رو آشنا بشم به این خاطر خداوند به ما این حواس پنجگانه رو بخشیده بینایی شنوایی چشایی بوایی و لامسی لامسه پنج نو حواست خدا اینو به چه دلیلی به ما داده؟ حیوانات خلقت خدا اینا ندارن ما اینو داریم و کلام خدا در تیموتیوس اینجا صحبت میکنه میگه خدا همه چیز را به فراوانی برای ما فراهم میسازد تا از آنها لذت ببریم خدا هر چیزی که وجود داره خلق کرده همه چی در اختیار ما گذاشته به فراوانی که ما از اینا لذت ببریم پس نتیجه چیه؟ نتیجه این چیه؟ اگر خدا منو شبیه خودش خلق کرده و خدا همه چی رو فراهم کرده لذت ببریم پس در خود خدا چیه؟ بگین لذت متوجه هستین؟ خدای ما خدای لذت هاست به این خاطر الان میگه که من میخوام یه خلقتی خلق کنم که این خلقت متوجه بشن که من این لذت ها من خدای لذت ها هستم چطور میتونم به ایشان نشون بدم این پنج نوع چیز رو حواس رو به ایشان میدم که واقعا متوجه بشن من شخصیت من ذات من ماهیت من چیه بیناییم خدا به ما چشم رو داده با چشم میتونیم لذت ببریم نه؟ زمانی که چیزی قشنگی یک صحنه یا مثلا بگم یک همون طبیعت رو نگاه میکنم طبیعت خدا رو نگاه میکنم من خیلی دوست دارم فیلم های طبیعتی حیوانات رو نگاه میکنم یا مثلا اصلا کلا این صخره ها این تمام این حتی کهکشان رو نگاه میکنم لذت میبرم چشم لذت میبره تمام رنگ هایی که نگاه میکنیم لذت زمانی که همون این،, این پرنده ها رو که نگاه کردم با این نقش لذت بردم به نسیم زود فرستادم گفتم نسیم چقدر زیباست چشم لذت میبره زمانی که همدیگه رو نگاه می‌کنیم، دو نفری که همدیگه عاشق همدیگه هستن زمانی که نگاه میکنیم و دوست داریم و دائما نگاهش کنی لذت میبری از این گوش میکنین عزیزان خدا میخواد بگه با این چشم نگاه می‌کنم. این من هستم و به تو این امکان رو دادم که از طریق چشم لذت ببری شنوایی خداست که این موزیک رو خلق کرده است. من میگم که خود خدا پر از نوت یا پر از بگم موزیکه یک اختراع خدا یعنی خدا اینا رو خلق کرده موزیقی آفریده خداست و اونجا لذت میبریم تمام ریتمایی هستند زمانی که کی میرخصیم ما من شروع میکنم همینطور رخصیدن هفته گذشته دیدین که نسیم تولدش اونجا جا ایستاده بود و همینطور این موزیکی که آمد موزیکی آمد این موج هایی که آمدن شروع کرد به رخصیدن تاثیر میذاره ما موزیک رو لذت میبریم مخصوصا افرادی که موزیک های کلاسیک دوست دارن میشینن اونجا لذت میبرن و هم زمانی که الان پرستش رو کردیم زمانی که با کرمی بودیم هیچ چیزی نمیتونستیم بشنویم و لذت ببریم کلا ما همینطور که گفتم ما شروع میکنیم به, لخ... به رقصیدن که مخصوصا ما, ما اه... فرهنگ ما یا من در حال رقص هستیم موزیک نبود صدا نبود نمیتونستیم ما لذت میبریم پس با چشم میتونیم لذت ببریم با شنیدن میتونیم لذت ببریم و بعد از این هم میتونم چشایی که هم فرنگ ما خیلی در حال لذت بردن هستیم با این غذاهای مختلف خدا چقدر عدویه های زیبایی خلق کرده تمام چیزها رو خلق کرده که وردارین بپسین لذت ببرین زمانی که با نسلین بعضی وقت میریم رستوران بلوک هاوس دیگه این روز برنامه ریزی شده ما تمام فکرمون اینجور ستیک های هستن و زمانی که میبینیم ما خودمون میدونیم چی میخوریم این گارسون که میاد کارت میخواد بگی احتیاج نداره ما میدونیم بعدش شروع میکنم به چیز کردن بعد از این بشینیم اینجا تا این غذا بیاد و این پیش غذا بیاد صحبت میکنیم با هم زمانی که غذا آمد سکوت فقط صداهای دیگه میشنویم آه. 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 واقعا به شما میگم لذت نیست استیک رو که بیرن نسی جان آه. چقدر عالیه لذت میبریم صحبت نمی کنیم زمان صحبتی نیست این چشایی احتیاج هست که واقعا لذت ببریم و خدا این تمام چیزهایی که خلق کرده و خدا رو شک این فرهنگ ما اونقدر زیاد این عدوی های, عدوی های زیادی داره چقدر چیزای مختلف ما میخوریم متاسفانه بعضی وقت هست که ما بعضی افراد هستن که غذا میخورن که سیر بشن فقط معمولا غذا برای اینه که لذت ببری و عیسی مسیح همینطور که برادرمون ساسان که اینجا موعظه کرد با مشاره با شاگردان خودش فقط در حال هر جایی که میرفتن اونجا سرو میکرد کردم غذا خوردن پنجا, پنجا. چی؟ پنجاه پنجا بار پنجا. یا پس پس همینطور چشایی لذتی هست خدا این امکان رو داده به ما که لذت ببریم از خوردن پس خدا زمانی که آلبرت خلق کرده اینطوری که لذت ببره پس اینکه من تو شبیه من هستی من این هستم من خدای لذت ها هستم و دوست دارم تو لذت ببری بعد از این میای بوایی و تمام طبیعت رو تمام گل ها تمام چیزایی که الان خدا خلق کرده ما میتونیم بو کنیم لذت ببریم این تو غذا هم هم اینطور با نسین که بعضی وقتا میگن که میرم رو رستوران میگیم که گرسته هستی گفته گرسته نیستم فقط این بومیات نمی میشن با واقعا هم هست بعضی وقت نسینا تو توی آشپزخونه می میگه آلبرت میخوری گفتم نه نمیخورم میگه تو بوش کنی میخوری گفتم نه بعد از این میام واقعا بویم هم میکنم به خوردن چون بو یک آپیتیتی به وجود میاره متوجه هستین میخوام متوجه بشین که خدا ما رو اینطوری خلق کرده ما میتونیم دائما لذت ببریم از چیزهایی در اختیار ما گذاشته لذت ببریم از این چیزهایی که خداوند گفته و همینطور هم آخرین قسمت که لامسه لمس نوازش نوازش شدن در آغوش گرفتن همینطور دست به هم دیگه میزنیم زمانی که دست با هم دیگه میزنیم یک ارتباطی هست به وسیله لمس کردن که مثل این که یه ارتباطی برقرار میکنیم الان خدا رو شکرم در این قرن بیست و ما هم دیگه رو خیلی زیاد میبوسیم بعضی وقت خیلی زیاد دیگه میبوسیم اونقدر دیگه میبوسیم دیگه فقط این همه چیز چیه؟ نشانه لذته و مخصوصا که زمانی که دو نفر که همدیگه رو دوست دارن و همدیگه رو در آغوش میگیرن احتیاج هست احساس امنیت میکنیم الان بچه ها با پدر مادرشون و خیلی چیزایی هستن هر چیزی که این پنج تا همینطور که گفتم قواسا همه چی عادی نیست حیوان این کارو این چیز رو ندارن یه گاوی تو تو نمیگه که واو چه طبیعت عالی است بریم اون طرف اونا چشم ندارن ببینن لذت هم ندارن هر چیزی که بهشان به بخشی تقریبا چیزی که دوست دارن میخورن فقط برای سیر شدنه ما اینطوری نیستیم به این خاطر خلقت ما فقر میکنه از این فرقت این دنیا من با این دنیا به این خلقت دنیا یک نمی کنم من یک جداگانو هستم و تو هم, همینطور چون شبیه خدا خلق شدیم امکانات رو داریم تمام صفت های خدا رو مد به دست بیاریم و زندگی کنیم و لذت ببریم اما این تمام چیزایی که الان گفتم واقعیت حقیقتم هست اما یه مشکلی که به وجود آمده این لذت ها لذت هایی که با قلب و نفس و روح ما به طوری کامل ارضا نمی کند زیرا که عوامل زیادی به, به عوامل زیادی بستگی داره ما در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و اینجا دائما اتفاقاتی می‌افته. ناعدالتی سختی فخر سرنوشت سختی است که اتفاق میفته بیماری هست جنگ ناامیدی هست همه این تاثیرات منفی به ما اجازه نمیدهند که از جهت از،, از, چیزهایی چیزایی که خداوند داده لذت ببریم بعضی وقت هست که اونقدر مشکلایی هست نگرانی هست که غذا رو که میخورم لذت نمیبرم چون فکر من یه جای دیگه هست تجربه کردی نه؟ غذا میخورین آخر نمیدونین چی خوردین زمانی که فکر تو پر از درد بهترین زیباترین بگم که طبیعت رو تو رو ببرن نمیتونی ببینی چون پر از دردی به این خاطر این تمام این دنیای سقوط کرده و همینطور هم های ما خرابی ما شکست های ما نمیذارن اینطوری که ما اینطوری که خدا همه چی رو خلق کرده که بتونیم لذت ببریم بتونیم لذت ببریم ما بعضی وقت فکر میکنیم اگه همه چی عوض میشد عمل زندگی خوبی داشتم یا مثلا میگم اگه این اتفاق میاد پول دار بودم این بودم اون بودم شاید زندگی من بهتر میشد میتونستم لذت ببرم و خیلی هستن که برای زمانی که به جای قرار گرفت فکر میکنی کاش که من این بودم کاش که من این محیط بودم به این خاطر میتونستم لذت ببرم عزیزان وجود نداره خود سلیمان که حکیم ترین شخصی در این دنیا بود ثروتترین مردی در این دنیا قدرتترین مردی در این دنیا یعنی حکمت ثروت و اقتدار داشت همه چی رو داشت و زمانی که همسال سلیمان رو میخونیم و همینطورم جامعه رو میخونیم اونجا میگه که من همه چی رو همه چیزی که وجود داره همه چی رو امتحان کردم فکرم گفتم الان برم این کار رو بکنم آخر باطل رفتم گفتم الان این کار رو میخوام بکنم باطل یعنی یه کسی بود همه امکان رو داشت یعنی تو وردار مثل این که یک اقتدار مخصوصی داری ثروتترین مرد یا زنی در این دنیا هستی حکمتی بی نهایتی داری و اونجا به اونجا میرسه همه چی باطل به درد نمیخوره نتیجه آخرینه که از خداوند بترس و او رو امور او رو نگه دار چون, چون, که تمامی تکلیف انسان این است که از خدا بترسی و از اونجا لذت های خداست در خداست چون همه چی رو امتحان کردم من به این خاطر من سلیمان رو که میخونم و میبینم این پادشاه سلیمان خدا او رو مثل سمبول اونجا گذاشته فکر نکن که الان تو این امکان رو باشی الان خوشبختتر میشه اگر تو ثروت داشتی اینطوری الان میگی ما من پناهنده هستم این امکان رو دارم میگی خدا میگه که ثروت ترین شخصی هم که اینجا برداریم اونجا بذاری اونم نمیتونه درست لذت ببره چون در خداست لذت ها اگر میخوام این قسمت هایی که الان صحبت کردم خلاصه کنم این حواس پنجگانه به ما داده شده تا بدانیم که خدا انسان را آفریده تا توانایی لذت بردن از زندگی را داشته باشه این خاص و هدف خداست چرا چون این اراده چون اراده خدا چون خودش خدای لذت هاست به این خاطر شاید از امروز به بعد یکم بیشتر در این قسمت دقت کنین شاید هنوز اینطوری فکر نکردین که چرا خدا به ما این پنج حواس داره از این طریق خدا میخواد به ما بفهماند که همه این لذت ها فقط در خدای در خدا در خود خدا وجود وجود، وجود داره. دوباره میگم از این تاریخ، این حواس پنجگانه خدا میخواد به ما بفهماند که هم همه این لذت ها فقط در خدا در خود خدا وجود داره این لذت ها زمینی تنها تصویری از لذت های واقعی روحانی هست که ما برای آن آفریده شده ایم که به وسیله مسیح به دست میاریم در مسیح این لذت ها وجود دارند که جان ما تشنه هست تنها در اتحاد با خداست که قلب و روح ما از تمام لذت ها یا رضا رز... 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 را... و یه لذت های خدا پر می شود تنها از اتحاد با عیسی مسیح با مسیح هست که قلب و روح ما از تمام لذت های خدا پر می شود. زندگی و حیات در خداست از طریق عیسی به وسیله روح القدس ما به دست میاریم زمانی که در اون بمانیم. من اینا رو نوشتم اینطوری می خونم چون بعضی وقت لغت ها رو اشتباه توضیح میدم مسی سرچشمه زندگی و سرچشمه همه لذت هاست آنها شور, آنها شور و شوق شور و شوق را ایجاد می کند. ما این ویدیوهایی که الان بود دیدیم فوتبال و چه وجهی هست چه اتحادی هست من این راستش بگم این فیلم ها رو نگاه میکردم لذت میبردم. چقدر انسان یعنی از این افراد لذت می بردم. چقدر شادن فقط یکی از ایشان برنده میشه یه کسی بازنده میشه این شوخ تمام میشه دوباره با غمگینی بیرم خونه فقط خدا میخواد از طریق این کلام هایی که صحبت میکنه و اینطوری میخوام متوجه بشیم عزیزان یک شنبه به یک شنبه خدا حرف میزنه و تمام هدف خدا اینه که در ما یک شوقی یک اشتیاقی پیدا کنه به وجود بیاره که دست تو به او بدویم و از او این حیات رو به دست بیاریم و در این حیات بمونیم یک شنبه به یک شنبه خدا صحبت میکنه هدفش اینه که نه ما رو خورد کنه له کنه بلکه تشویق کنه و بگه که ببین من این خدای لذت هستم همه کارا رو انجام میدم هر مانعی در زندگی توست میخوام نشون بدم که ورداشته بشه که بیای و بچشی چقدر نیکو هستم مزمور 16 یکی از زیباترین مزموری که من عاشقش این هستم باب 16 داوود این تجربه رو کرده و خداوند رو گفتم تو خدای من هستی نیکوی من نیست غیر از تو خداوند خداوندا تو همه چیز من هستی و آنچه را که نیاز دارم به من عطا کرده ای آینده من در دستای توست طریقای حیات به من خواهی آموخت و اینجا و به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها لذتها تا عبدالاباد این تجربه رو داوود کرده بود در حضور تو کمال خوشی هست به این خاطر خدا صحبت میکنه میگه بیای نزد من کمال خوشی هست و بعد از این که میگه که به دست راست تو یعنی دست, دست, یعنی دست راست عیسی مسیح که اینجا لذت هایی هست تا ابد نویسنده مزمور 73 آساف بود که این همه افرادی بودن که تجربه کرده بودن خدا را و میگن که کیست برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخوام و اما بر اما مرا نیکوست یا ترجمه دیگه نوشته خوشبختی من این هست که به خدا تفق تفق تقرب جویم همینطور بچشید و ببینید که خدا نیکوست خوش به حال آن که در تو پنها گیرد مزومی 84 که ا اون نوشته ای یهو و چه دل پذیر از مسکنهای تو جان من مشتاق بلکه کاهیده شده از برای صحنه های خداوند دل و جسدم برای خدای حی سیه سیهه میزند اینجا در عط عتیقه اینجا خود صحبت میکنه که میگه که چه دلپذیر از مسکنهای تو الان ما مسکنهای توری نداریم بلکه اینجا دیگه ما خود خدا اونجا وارد شده ما در مسیح هستیم متوجه هستین یه خونه ای نداریم الان بیایم کلیسا الان مسکن الان ما اینجا قرار گرفتیم نه دیگه اینجا ما وارد مسیح ما در مسیح قرار گرفتیم من میتونم بگم که چه دلپذیر است عیسی مسیح مسیح که در تو هستم جان من مشتاق بلکه کاهیده شده است برای صحنای خدا من صحنه تو عیسی دل جسد جسدم برای خدای حی سیه میزند هر موعظه ای عزیزان مثل ای که خدا میخواد ما رو قلقله میگن چی میگن قلقلک بزنه یه چیزی به وجود بیاره بگه چشمت از خودت وردار من میخوام خودم رو به تو بنش... به بنشونم بنشونم نمایان کنم من میخوام بخوایی بتلبی با تمام دل و جان بتلبی از من که من بیام لذت تو باشم و من این کارو انجام خواهم داد اگر میخوایی یه زندگی شور و شوق داشته باشیم عزیزان پس باید ایسا رو منبع لذت خود قرار دهیم ما باید اینجا تصمیم بگیریم ما باید تصمیم بگیریم لذت های این دنیا لذت های انسانیت کهنه من لذت هایی که من فکر می کنم لذت و خودمون عزیزان به یه جایی رسیدیم ما میتونیم بگیم که لذت هایی که در دنیا بردیم و فکر میکنیم دنبالش هستیم ببینید که چطور میتونه همه چی عوض بشه و از بین رفتنی هست و زمانی که واقعا ما اونجا قرار میگیریم در مسیح اونجا میگه اونجا میتونیم حتی عزیزان از این پنج حوث در این دنیا استفاده کنیم لذت ببریم. زمانی که غذا میخورم، زمانی که نگرانی هایی هستند، زمانی فشارهایی هست. اینجا میبینم خدا من مرسی که در امنیت تو هستم. مرسی که خدا من آینده من در دستای توست. مشکل های زیادی هست. تو کلیسا مشکل هایی هستند. نمیدونم خانواده برحال اتباعاتی اینجا افتاده و نمیدونم چه چیزهایی هست توی دنیا جنگ هست همه چی هست فقط من میتونم در مسیح در این لذت هایی که الان خداوند یعنی این امکانات رو لذت ببرم احتیاج نیست نگران باشم این نگرانی‌های های ترسای ماست که اجازه نمیدم ما لذت ببریم پس همانی که عیسی رو لذت خود زندگی خودت کردی تا میتونی که در زندگی روزمره تو از صبحانه که شروع میکنی از بیدار صبح که بیدار میشی تا شب میتونی در حضور او لذت ببریم و امکان داره عزیزان یک افسانه نیست که صحبت میکنم برای این خدا ما رو خلق کرده با آخر میخوام یک،, یک رازی یک رازی بگم که معمولا رازی هم نیست چون خدا اونقدر واضح برای ما آشکار کرده که شاید نمی بینیم. از این لذت بی‌نهایت که یک روز خواهیم داشت. یک شدن یک شوهر با همسرش. یک شدن یک شوهر با محبت با همسرش. آنچه که ما سکس می‌نماییم. بالاترین و عظیمترین سطح لذت انسان است و این یک تصویری است از, از یک شدن انسان با مسیح دوباره میخوام بگم یک شدن یک شوهر با محبت با همسرش آنچه که ما الان سکس می نماییم. بالاترین و عظیمترین سطح لذت انسان است و خدا اینو اینطوری فراهم کرده که ما متوجه بشیم که یک تصویری هست از یک شدن انسان با مسیح که یک روز و از این دنیا شروع میشه ما میتونیم این لذت رو با مسیح داشته باشیم به این خاطر کلام خدا میگه که در من بمانید و من در شما اون موقع ثمرها و این سمرها همین لذتها و همینطور هم تمام صفتهای خداست که در زندگی ما اینجا به وجود میاد تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اگه واقعا خدا با قلبتون صحبت کرده یا واقعا میگه که واقعا خدا دیگه خسته شدم از این دنیا از خسته شدم از خودم خسته شدم دنبال دعای من در حال دویدن هستم و میخوام واقعا به کمک تو چون اونجا هم احتیاج به کمک تو داریم چون دنبال خدا دنبال دعاهای ماست خاص ماست که از ته قلبمون به حضور خدا بیاریم که خدا خداوند واقعا کمک تو احتیاج دارم من میخوام به من کمک کنی که تنها سرچشمه و لذتهای ما لذت های من فقط و فقط در تو پیدا بشه مطمئن باشین عزیزان خدا دنبال این دعاهایی هست و زمانی که این دعا مثل یک گرسنه دعا کنی مثل اینکه هر روز گرسنه این ملاقات هستین هر نو هر روز گرسنه تشنه این حیات این لذت های خدا هستین مطمئن باشین خدا همه چیز رو فراهم میکنه و هم زمانم باور کنیم که او انجام خواهد داد در مزمور 43 آیه 4 این مثل یک دعایی میتونه بهش باشه که بگه که نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نماید و مرا به کوه مقدس تو و مسکنهای تو رساند آنگاه در برابر قربانگاه تو خواهم ایستاد و برای تو ای خدا خدای من که سرچشمه شادی هستی یا لذت هستی بربت های خود خواهم نواخت و سرود شک گذاری خواهم سرایید به کسی که واقعا این لذت های خدا رو به دست آورده یعنی در این مسیح که لذت خودشه اتوماتیک عزیزان بخوای نخواهی شروع میکنی به پرستش کردن شک گذاری کردن چون این این طرز یا این این چی میگن این, این روش یا این فضا فضای لذت پرستش به وجود میاره و خدا ما رو دعوت میکنه و ما فقط ما میتونیم بگیم که روح راستی خود رو بفرست تا ما رو هدایت کند و آخرین آیه 65 مزمور و میگه خوشبالی کسی که او رو برگزیده و مقرب خود ساخته ای تا به ایک درک های تو ساکن شود از نیکویی خانه تو سیر خواهد شد و از قدوسیت هیکل تو و این دعا رو میتونیم امروزم بکنیم عزیزان که فکرمون دیدمون در مورد خدا عوض کنیم خدا میگه لذت های من زندگی تو رو دیگرگون خواهد کرد این باعث خواهد شد که دیگه خودت بخوای گناه نکنی خودت چشمای خودت رو پاک نگه, نمی... نگه خواهی تاش. خودت هم گوشای خودت رو پاک خواهی گذاشت چون چشیدی و دیدی که چقدر خدا نیکوست خدا اینو دعوت میکنه ما رو تک تک ما خوش به حال کسی که الان دعوت شده که بیاد از او بنوشه از نیکوی خداوند بنوشه همینطور این, این سرودی که ما خوندیم نیکوی تو پیروه پیرو به من هستن نیکوی رحمت تو دنبال تو دنبال من میدوند متوجه هستید خیلی زیباست اون خدا میدوه با نیکوی رحمتش که ما رو اینا چیزها رو برسونه که زندگی ما رو دگرگون کنه با هم دعا کنیم عزیزان یا خداوند چی بگیم فقط خداوند میتونیم با دستای خالی بیایم به حضور تو مرسی مرسی رول قدس که به ما امروز چیزایی برای ما باز کردی برای منم که واقعا خداوند چیزایی که باز میکنی چقدر زیباست کلام تو خداوند چقدر زیباست کارهای تو همه چی در اختیار ما گذاشتی خداوند که در همه چیز میتونیم تو رو ببینیم تو رو تجربه کنیم بچشیم مرسی برای این خداوند این حواظ پنجگانه که به ما بخشیدی که واقعا متوجه نشده بودیم این همه چی رو گذاشتی که واقعا ببینیم خدای لذت ها هستی که بتونیم باور کنیم از هر نوع ترس و نگرانی آزاد بشیم و کلام تو هم همینطور که گفته شده خداوند که همه چیز خداوند برای ما گذاشتی که بتونیم لذت ببریم بیا خداوند الان روح القدس الان زمانی هست که تو میتونی الان تو این قلبای ما یک این دانه ها رو که کاشتی تو خودت این جرقه رو بذار خداوند جرقه رو تو قلبای همه ما بذار خداوند که متوجه بشیم نه پوله، نه ثروت نه موفقیت نه حتی خدمت های ماست نه خداوند خانواده ماست هیچ چیزی خداوند نمیتونه این لذت رو به ما بده جز از تو و در توست تمام خزینای حکمت و علم خزینای شادی آرامش لذت ها همه چیز در توست خداوند چون تو خدا هستی بیا خداوند خواهش میکنیم چشمای قلب ما بیشتر خداوند این برای ما باز بشه آزاد کن خداوند دعا میکنم آزاد کن از هر نوع فکرهای مذهبی آزاد کنه از هر نوع خداوند روش های اشتباه تصویر های اشتباه از تو و میدونم زمانی که تو رو طوری که تو می‌خوای ما بچشیم دیگه واقعا وجه شاد خواهیم بود و اتوماتیک دیگه تو رو پیروی میکنیم خدا احتیاج نیست شبان بیاد بگه پیروی کنیم بلکه خودمون پیروی میکنیم و همه چیز رو از خودمون دور میکنیم خداوند ممنون هستیم خداوند یه لحظه همینطور میکنم برای خودتون الان ببینید خدا امروز با تو چی صحبتی کرد یه لحظه همینطور با او صحبت کن کجا قرار گرفتی؟ لذت تو چیه؟ دنبال چی میدویی، اگه دنبال یه چیزی می چرا می

خوب میشه الان این کلام رو شنیدیم دوباره شاید این سرود رو با هم بخونیم سرود آخری که ما خوندیم دوستت دارم چون رحمتت بی پایان است و میتونم قسمت آخر میگه نیکوی تو در پیم در پیم خواهد بود دوباره اینو با یک دیده دیگه الان بخونیم که واقعا خدا دنبال ماست و که بتونیم این تمام چیز رو به دست بیاریم موفق هستین